برگشتیم و با شما هستیم در ادامه برنامه عید مبارک. یکی از بخش‌ها یادید در برنامه بامداد خوش بخش از سرک تا استودیو است که امل جان رفته بیرون از استودیو و قرار است یک مهمان با خود به داخل استودیو بیاره. شاید اون مهمان ما شما باشین و امل جان هم رفته تا مهمان ما را با خودشان بیارن. و یکی از بازارهایی که در شبا و روزای عید و قبل از عید بیربار بسیار زیاد می داشته باشه دوکانای میوه خشک است که مردم همه می خواهند که یک میوه خشک خوب و تازه خریداری کنن و بتونن با قیمت مناسب هم خریداری کنن. امل جان هم رفته قبل از عید یک گزارش بر ما تهیه کرده از بازار خرید و فروش میوه خشک در شهر کابل. میریم با شما این گزارشی را که امل جان تهیه کرده میبینیم و برمیگردیم. عید بدون میوه خشک ناممکن است. هر هموطن ما تلاش میکند تا به قدر ضرورت اگر بتانه میوه خشک خریداری بکنه. امروز ما خواستم بیایم به یکی از میوه خشک فروش های شهر کابل که اینجا بادام، پسته، خسته، کشمش، رنگ و رنگ کشمش فروخته میشه. ما و در امی جوریان میخواییم که چند لحظه هم یک پیشرستی بکنم، یک همکاری بکنم با کسی که فروشنده است در اینجا و ببینم که چقدر کار دشوار است تهیه و ترتیب کردن میوه و به این شکل زیبا جور کردنش. او هم یک مهارت خاص خود میخواهیم که با امو مهارت امروز تلاش بکنم تا بتانیم که یک شاگرد بسیار خوب شوم تا در آینده بتانیم که امی کار ما و درستی انجام بتم. ولی در کنار ما هم فروشنده امی فروشگاه هست. میخوایم که چند لحظه صحبت های داشته باشم در رابطه با قیمت های میوه خشک که چگونه است. های واقعا است که میگن که در روزای عید میوه فروش ها میوه خشک بلند سودا میکنن چون امی کارشان دیگه روزای عید شروع میشه. سلام، عیدتان مبارک. چطور هستین امرای کار و بار و امرای میوه خشک فروشی؟ زنده باشید. شما مبارک. خوب است الحمدلله، کار و بار شکر خوب است، سودا ریمان است الحمدلله، کار خوب است. میوه خشک از کجا میارین به فروش؟ میشه بگوین در این رابطه؟ میوه از ولایت ها زیادتر میاریم، در منده کابل است زیادتر ما خودم از ولایت ها میاریم. 28 روز 27 روز ماه مبارک رمضان و قدر فروشات نمی باشه، بازم 3 روز و یک روز که بعید میمونه اما مشتری ها زیاد میشن. شکر خدا. همونطور است؟ بله همونطور است، سودا خوب است، زیاد است. همین 3 روز آخر که میمونم مطابق دیگر روزا بیشتر سودا فرق میکنه. اما میوه های کینجا است، میوه خوش تمامش از ولایت های افغانستان است؟ بله بسیاریش تقریبا 3% 4%ش خارجی است، دیگه مکمل. چی خارجی است مثلا؟ مثلا دو سه رقم پسته است خارجی است، دیگه مکمل افغانی است. خب قیمت چند است؟ فی کیلو چند شده؟ فی کیلو پسته 700 افغانی. و بادام خوبترین بادامتان؟ بادام 1200 افغانی. نسبت به سال گذشته قیمت ها چطور؟ بلند رفته پایین شده؟ نه قیمت ها همه قیمت هست، چون قیمت ارزان شده و بلند نشده. فضل خدا خوب از بل قیمت ها صحیح است. در جان کس خونه میزنید؟ نه فضل خدا قیمت جان کس نمیزنید. چقدر وقت از مثلا این کس به پیش میبرین شما؟ تقریبا در شهر نو حدودا 12 سال میشه کمیشه دکان از دکانداری میکنیم میوه خوش مفروشیم. ای از پدرها برتان میراث مانده یا خودتان شوق کردین که میوه خوش فروش شوین؟ نه از خود ما شوق کردیم که میوه خوش فروش شویم. خودتان؟ بله. دلتان واقعا زده میوه خوش؟ بله یا واقعا زده، به خاطر چی که زیادتر میخوریم دل میگیره. چی را زیاد خوش داری که بخوری؟ زیادتر پسته. زیادتر پسته میخوری به خاطر اعصاب دیگه نه؟ حال قدر اعصاب خرابی ها زیاد است، خصوصا در ماه مبارک رمضان که میار کس یک و دو میگفتی کتش یک غال مغال زیاد میشد. خب به هر حال در کار بارتان برکت باشه. اگر چیز پیام گفتنی دارین برای بیننده ما که بیننده هستن میشه بگوین. پیام همیست، می خواهیم در افغانستان یک سال آرامی بیاید. زنده باشین، آرامی بیاید و همگی مصروف کاروبار خود باشه. و من میرم به طرف استودیو و بقیه برنامه بامداد هم فراموش نکنین، با تلویزیون طلوع با برنامه بامداد باشین. ما و مریم در خدمتتان هستیم. بله برگشتیم با شما هستیم در ادامه برنامه.
و مهمانانی که با ما هستن در این قسمت برنامه همکاران ما، همکاران فیسبوکی ما هستن. فعالیت در رسانه‌های اجتماعی امروز بسیار مهم است و خیلی از جوانان تلاش میکنن که فعالیت خوبی در این رسانه ها داشته باشن و بتونن اطلاع رسانی کنن بین دوستا و دوستان خودشان و کسانی را که در این رسانه های اجتماعی میشناسن. صفحه فیسبوک بامداد خوش هم هر روز ما موضوعات مختلف در این صفحه پست میکنیم تا شما بتونین که نظریات خودتون با ما شریک بسازین و ما بتونیم که با جمعی از نظریات شما مشکل اجتماعی را و معضله ای را که وجود داره حل بسازیم. امروز شکیبا رحیمی و شکیب رحیمی که خواهر برادر هستن مهمانان ما هستن که هر دویشان همکاران فیسبوکی ما هستن و هر روز تلاش میکنن که در برنامه کامنت بگذارن و نظر خودشان رو با ما شریک میسازن. شکیبا جان سلام، صبح بخیر، خوش آمدی. سلام مریم جان، من سلام به شما میگم و همچنان ایده به شما تبریک میگم و همچنان ایده به تمام بیننده های عزیز تلویزیون طلوع. امیدوار هستم که این سه روز ایده به خوبی و خوشی سپری کرده باشن. بسیار خوش آمدی شکیبا جان. و شکیب جان سلام به شما. چقدر خانواده و شاید میانه حدثم از مادر یا پدر این نامه بر شما انتخاب کردن، چقدر نامایتان نزدیک هم است. شکیب جان خوش آمدی، عید مبارک. درود و سلام به شما و به تمام بیننده های تلویزیون بزرگوار طلوع و عید به شما بزرگوار و ایمل جان و همه بیننده های تلویزیون طلوع در همه دنیا تبریک میگم و امید دارم که شما هم خوب باشین و سرحال باشین. بسیار خوش آمدین. سوال نفهمید. گفتم بسیار خوش آمدین، عیدتان مبارک. نامتان که انتخاب کرده؟ نام مرا پدرم انتخاب کرده ولی نام شکیبا رو من انتخاب کردم چون اینا خردتر بودن و فاصله سنی ما زیادتر است. وقتی اینا تولد شدن باز من به خاطر چیز بیشتر از این نمیفهمیدم، خوش داشتم که یک کسی مثل خودم نامش باشه، باز نام از این رو من انتخاب کردم. پس حتما دیگه حال هم رابطه تان بسیار خوب و صمیمی است. هم تو خو معلوم میشه. بله من همینطور است، همکار هستیم با هم دیگه. بیشتر از اینکه خواهر برادر باشیم همکار هستیم. یک جای کار میکنیم. بله. دوست هستیم. واقعا خوب است که بین خواهر برادر قدر یک رابطه خوب و صمیمی وجود داشته باشه و یکی دیگه تان حمایت کنین. خب بله. کی بیشتر در فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی فعالیت داره از شما دو نفر؟ من معمولا هفته یک بار شاید سر بزنم و ولی هفته یک بار چند ساعت باز در خب رسانه‌های اجتماعی هستم. هفته یک بار یک دو ساعت میباشم ولی مصروفیت‌های خانوادگی و زندگی شخصی بیشتر از او فرصت نمیده. ولی شما را از طریق تلویزیون طلوع دنبال میکنیم، از طریق رادیو. ولی شکیبا جان فکر میکنم گاگوی برنامه شما را دنبال میکنه و کامنت میگذاره بر نظر میده. باش که خدا شکیبا بر ما پس بگوشه که با چه ساعاتی را در نظر گرفتی و چند ساعت در روز از رسانه های اجتماعی استفاده میکنی؟ من در پلی از اینکه بخاطر که دانشگاه میرم حداقل در هفته، یعنی هر روز خب استفاده میکنم دیگه، ساعت مثلا یک ساعت دیگه یک ساعت استفاده میکنم و روز یک ساعت بامداد تماشا میکنی همون ساعتی که برنامه است، یعنی از 7 تا 9 یا که نه فقط از طریق فیسبوک با ما وصل میباشی؟ از طریق فیسبوک هم میباشم، از وقتی که در صفیتان پیوسته بودم و چون صبحی که من ساعت 8 تا 12 پنتون میباشم، روزایی که میبودم تماشا میکردم چون علاقه مندی خیلی زیاده دارم و تمام برنامه هایتان و همچنان در صفحه فیسبوک هم تمام مطالبی که شیر میکنین همیشه میبینم، نظر میدم و خیلی علاقمندی دارم. خب یک ساعت قبل از اینکه طرف دانشگاه برین وقت دارین که بله. موضوع ما رو ببینین بله. و یکان بخش برنامه رو تماشا کنین، بعد از او باز با ما هستین و نظرتان رو شریک میسازین. بله. دانشجوی کدام رشته هستین؟ من دانشجوی سال اول اقتصاد هستم. اقتصاد بله. و خب شکیب جان شما بر ما بگوین که فکر میکنم که درس و دانشگاه تمام شده و فلان جای مصروف هستین و شاغل هستین. سال 94 دانشگاه رو تمام کردم و باز به فعالیت های فرهنگی رو آوردم و یک دو نهاد داشتیم، فعالیت های فرهنگی میکردیم، از برگزاری کنفرانس های علمی بود. ولی حالا به یک جای وکالت مدافع است همراه دوستا و اندیوالا، همونجا خودم مصروف ساختیم،
همونجا هستم فعلا. خب شگفت جان، به نظر خودت استفاده از رسانه‌های اجتماعی و خصوصا همی که برنامه‌ای مثل ما موضوعی می داشته باشن، موضوعات اجتماعی را شریک می تازیم تا مردم نظریات خودشون را شریک بتازن، این چقدر می تونه که در حل یک مشکل اجتماعی و شهری کمک کنه برای همه ما در شهری که زندگی می کنیم؟ خب میگن رسانه ها رکن چهارم است، ولی فکر می کنم در مردم سالاری ها رکن اول شاید باشه، چون بسیار مهم است. در 4 سال حکومت وحدت ملی بیشتر ما شاید شکل گیری های خیزش های مردمی بودیم که همش از طریق رسانه های اجتماعی رهبری شدن و همش از طریق رسانه های اجتماعی خیستن و بلند شدن. و همین رقم شما و تلویزیون های دیگه و رسانه ها که از طریق رسانه های اجتماعی فعالیت دارن نقش بسیار بزرگی را در پخش معلومات و پخش معلومات مفید و مؤثر به خانواده ها، معلوماتی که اونا میخواهند، فکر میکنم بسیار نقش بی‌بدیل دارد در جامعه و نقش بسیار جبران ناپذیر است. و این نه تنها از دستگاه های مثل رسانه های دولتی، رسانه های شخصی بیشتر میتونند که پاسدارش باشند، چون بی‌طرف هستند و معلومات بی‌طرف با بی‌طرفی تمام میتونم به مردم برسانم. خب شکیبا جان، از این بگو که چقدر موضوعاتی را که کامنت میکنی با ما، این موضوعات چطور تهیه میکنی؟ آیا از سایت های مختلف جستجو میکنی با ما شریک میسازی یا اکثرا نظر شخصی و فکر خودت هست در مورد موضوعاتی که ما شریک میسازیم؟ خب موضوعاتی که شما پست میکنن واقعا یک موضوعات داغی که در جامعه ما میباشه، تو یک موضوعات است که خیلی موضوعات عالی است و بیشتر نظریات و فکر خودم میباشه که من کامنت میکنم. بسیار خوب. و همکارا میگن که تماس ما هم با همکار ایمل جان وصل شده، یک اندازه صحبت ها را با ایمل جان میداشته باشیم، برمیگردیم با شکیبا و شکیب جان هستیم در این بخش. ایمل جان کجا هستی؟ تانستی که مهمانی را پیدا کنی و با خود به استودیو بیاری؟ مریم جان بسیار تشکر. ما امیل عذاب باز هم طبق معمول بر آمدیم و سرک هستم، در سر سرک ایستاد هستم، بخشی که استودیو با سرک است. امروز ببینیم که کدام هموطن ما را میتونیم پیدا بکنیم و شاید هم که اصلا تصور از این را نکنه که امروز بره از نزدیک تلویزیون را ببینه، استودیو را ببینه، ما را ببینه، خودت را ببینه و سلام کلام می داشته باشه. شاید هم که فامیلش فکر نکنه، این را بگه که این خود صبح در خانه بود و رفته بود به سر کار، آل اینجا چی میکنه. ما میخوایم که در اینجا هستم ببینم که کدام هموطن ما را میتونیم پیدا بکنیم. بله، و اما آرزویشان چی هست؟ آیا بچه آرزوی از خانه برآمده بودن؟ میخوایم که امروز صحبت های داشته باشیم. بله، ما امروز میخوایم با تیمی که تیم نارنجی پوشان در افغانستان مشهور هستن. بله بله، باش که یک سلام مالکی داشته باشیم. کاکا جان سلام، چطور هستی؟ جان جور از خیریتی، ایدت مبارک. ایدت مبارک. نستون مبارک. کجا بودین؟ وظیفه. وظیفه؟ آه. از چند صبح برآمده بودی؟ 5 بجه صبح. 5 بجه برآمده بودی؟ امروز چی آرزو کرده بودی که کجا بری چی کنی؟ برای جنگلی پاک کنو. فقط آرزوی تایم بود که بری جنگلی پاک کنی. در کدام قسمت شهر کار میکنی خودت؟ از سرک میدان و نایده در اینجا هستی. تلویزیون رفتی کدام دفعه؟ نه بارا. نتاقا را دیدی یا موستیجو را دیدی؟ ندیدی؟ کجا دیدو؟ دیدی؟ اگر امروز خودت با دوستای ببریم یک جا، اوجا چطور است؟ خوب است. خوب است؟ بله، ما میخواهیم که با امید تیم نارنجی پوشان و دوستای دیگه هم که هستن یک جا بریم، به طرف استودیو میریم. صحیح است؟ بین که بخیر بریم. بین ما مینم اینجا میشینم حرکت میکنیم. بخیر بریم. بله بسیار زیاد تشکر شکیبا جان و شکیب جان از اینکه امروز آمدین به برنامه و ما خوشحال هستیم که خواهر برادری مثل شما هستن و صمیمیتتون واقعا قابل قدر است. همیشه صمیمی باشین و تشکر. از همکاران همیشگی ما در فیسبوک باشین. این هدیه ناچیزی است که از طرف بامداد خوش ما بر شما در نظر گرفتیم. شکیبا جان ای بر تشکر. شما
و شکیب جان این هم بر شما. شمالت کنین، سلامت باشین. امیدوار هستم که همیشه با فیسبوک و بامداد خوش از طریق فیسبوک با ما همکار همیشگی من باشین. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. جهان سپاس. خوش و ایام شما هم چنان ایده خوش می‌خوایم. خب وقفه میگیریم، بعد از وقفه هستیم با شما و منتظر مهمانان ما باشین در بخش‌های بعدی.